سلام. در تمام جوامع عده‌ای بهره‌مند و دیگرانی بی بهره باقی میمونند. اون عده‌ای که نیاز بهره‌مند میشند باید به نیازمندان برسن. در کشور ما از دیرباز در تمام خانواده ها کمک به نیازمندان رسم بوده و این روش زیبا در تمام خانواده ها از جمله خانواده خودم در تهران و خانواده همسرم در شیراز بوده و هست. در خانه آنها به روی همگان همیشه باز بود و نیازمندان برای رفع نیازشون و مشکلاتشون به اونجا مراجعه می‌کردند و تمام تلاش خانواده در پی رفع نیاز آنها بود. هیچ کبر، نخوت و نگاه بالادستانه‌ای وجود نداشت و اونها همانند مهمانان عزیزی در خانه آنها پذیرایی می‌شدند. در این دوران بود که به دنبال آسیب‌های اجتماعی گشتم و از اونجایی که تحصیلاتم رو تو رشته روانشناسی تموم کردم و دغدغه رسیدگی به بچه‌هامو داشتم، در کنارش هم به دنبال آسیب‌های اجتماعی می‌گشتم، به دنبال کاری برای جامعه خودم بودم. در این دوران رسیدم به این که بیشترین مشکلات در اون نیمی از جامعه ما که زنان باشند بسیار زیاده، مخصوصا زنانی که بچه های معلول دارند از آسیب های شدیدی میبینند. در این آسیب هایی که اینها میبینند که انگار دائمی همیشگیست و پایانی ندارد، بچه های اونها هم در رنج بسیاری زندگی میکنند. توی این مشاهدات خودم که جمع می کردم و دنبال این بودم که کاری بکنم، آشنا شدم با دوستانی همدل که بانوان مددکار مائده نام گذاشتیم نام خودمونو و کارهایی می کردیم برای زنان آسیب دیده، مثل رسوندن آذوقه به منازلشون، دیدن مشکلاتشون، حتی خیلی تلاشمون بر این بود که تحصیل بچه هاشون رو سامان بدیم، به بچه ها کمک کنیم که از نظر درسی پیشرفت بکنن. و تمام اینها رو با مراجعه حضوری و به قول معروف هوم ویزیت این کار رو میکردیم و میرفتیم از نزدیک مشکلاتشون رو میدیدیم. اینجا بود که خیلی احساس میکردم احتیاج به یه سازمانی هست، یه کاری هست. ما زنان باید یه کاری برای جامعهمون انجام بدیم. در این دوران بود که دوست عزیزم آقای منصوریان که مؤسس احیاء تهران هستند، سفری داشتن به غربت و در اونجا آشنا شدن با دوستان شیرازی. وقتی که کسی در غربت دلش برای شهرش پر بکشه، خیر، خوبی و زیبایی آفرینش پیدا میکنه. و این شیرازی های عزیز با دیدن، شنیدن صحبت های ایشون که در تهران چه کار انجام میدن، خواستن در شیراز هم کاری انجام بدن و اونجا بود که نطفه درست شدن سازمانی به نام انجمن احیاء مائده در شیراز شکل گرفت. آمدن آقای منصوریان به شیراز و کمک شایان ایشون به وسیله شیرازی های در غربت، ساختمانی خریده شد و در این ساختمان میتونم بگم که هر روز معجزاتی آفریده میشه که زیباییش بی نظیره. و اینجا بود که ما رسیدیم به این جایی که باید برای زنان کاری انجام بشه و این کار شروع شد با رسیدگی به این که این حلقه های معیوب را توی کشورمون بیایم از بین ببریم. این یکی از مهمترین حلقه های معیوب که از توی همون مشاهداتم هم در طول این سالها پیدا کردم، فقر بود. فقر مثل یک حلقه معیوب دور خانواده میپیچه و انگار که باز شدنی هم نیست و بچه ها هم مثل اینکه دائم باید در این ناکامی ها سهیم باشند.
و دیدم که زنانی که بچه های معلول دارن، این زنان بیشترین صدمه رو میخورن. و بعد رسیدم به زنانی که توی مشاهده دیگه هم به اینجا رسیدم که زنانی که از شوهرانشون بیماری HIV ایدز میگیرن و متاسفانه این بیماری از سال 1362 دوران جنگ با خونهای آلودهی که از فرانسه به ایران آمد در ایران شروع به رشد کرد و بعد معتادان تزریقی و در آخر هم متاسفانه روابط جنسی پرخطر موجب زیاد شدن این بیماری شد. زنانی که از شوهرانشون این بیماری را میگیرن بسیار بسیار مشکل دارن و اینها سرخورده های جامعه ما هستند. به هیچ جا نمیتونن مراجعه کنن، حتی برای کوچکترین کار پزشکیشون هم اینا محتاج و گرفتار هستن. اگر بیماریشون رو بگن، متاسفانه به خاطر وجود اون انگ و تبعیضی که در جامعه ما وجود داره نمیتونن هیچ کاری بکنن، تمام روابط خانوادگی و اجتماعی خودشون از دست میدن. و اگر بچه های به وجود آمده از ایدز داشته باشن و بچه های یتیم ایدز داشته باشن، متاسفانه مشکل چندین برابر میشه. اغلب این زنان شوهرانشون رو یا از خونه فرار کردن رفتن یا از دست دادن فوت کردن. اینا بدون پناه، بدون امکانات و بدون هیچ جایی برای حرفشون رو بزنن و حقشون رو بگیرن. اینجا بود که احساس کردم ما احتیاج داریم به یک انجمن یا یک باهمستان که حالا ترجمهش میشه یا NGO که بودن این انجمن توی شهر میتونه یه پناهگاه، یه جایی باشه برای رفع مشکلات این زنان. دوستان عزیزم، عده‌ای از شیرازی‌های بسیار مسئول و خیر دور هم جمع شدیم، هیئت مدیره درست شد، هیئت امنای درست شد، هیئت مدیره درست شد و از دل این هیئت مدیره مدیر عاملیش به من داده شد که این افتخاری شد برای من که باقی مانده عمرم را در این کار بسیار زیبا طی کنم. و تونستیم به ثبت برسونیم مجوزمونو از استانداری یا فرمانداری به نام سازمان مردم نهاد، یک سازمان غیر سیاسی، غیر دولتی مردمی گرفتیم به نام انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی احیای مائده. نام مائده رو از اون دوستان قدیمی خودم به یادگار گرفتم. تمام این کارها انجام شد و مؤسسه باز شد، مرکز درست شد، خانه هم که شیرازیای عزیزمون از راه دور کمک کردن و برای ما خریدن، در اینجا خانم با تجربه‌ای و با احساس مسئولیت زیبایی که داشت در کنار من قرار گرفت، مدیر داخلی شد و درمانگران عزیزم که اینا بچه هایی هستن که در دانشکده توانبخشی کار درمانی و گفتار درمانی تخصصش گرفتن، اینها هم جمع شدن به اضافه متخصص مامایی که مهارتی در بیماری های مقاربتی دارن و خانم روانشناس فوق لیسانس روانشناسی کودک و خانواده هم جمعی شد، جمعی پر از صمیمیت، مهر و محبت که این موجب شد این جمع با کار دلسوزانه‌ای که انجام میده یک مؤسسه بسیار کاملی به وجود بیاد. وقتی که زنی با یک بچه مشکلدار به مرکز ما مراجعه میکنه، این بچه توی بغلش هست، بچه‌ای که یا حرکت دست و پا نداره یا گاهی اوقات حتی قدرت بلع غذا نداره، صحبت کردن نداره، این زن با عشق به مرکز ما مراجعه میکنه. ولی وقتی که برخورد ما رو میبینه، چون یکی از اهداف ما این بوده که ما بهشون اعتماد به نفس بدیم، شخصیت بدیم، این خیلی برای ما مهم بوده، چیزی بوده که در خانواده یاد گرفتم که زن بسیار با ارزشه و ما این ارزش رو به زنان مشکلدار میدیم. وقتی که میان با داشتن برگه از پزشک متخصص که مشکل این خانم، این بچه چی هست، به ما مراجعه میکنن. میدونید کار توانبخشی کار بسیار پرهزینه هست و بسیار طولانی، زمان نداره، هفته 2-3 جلسه، گاهی
چند ماه و گاهی چند سال حتی طول میکشه تا این بچه‌ای که در مشکلی در یکی از عضلات بدنش داره این مشکل رفع بشه. پس بنابراین کار انجام میشه، تمام خدماتی که اونجا داده میشه 100% رایگان و بسیار علمی. انقدر کار ما در اون مرکز علمی بوده که دانشکده توانبخشی دانشجوهاشو برای ترم طرح بالینیشون در مرکز ما میگذرونن با کمک درمانگر و روی بچه ها انجام میدن. ما حتی از مراکز استانهای دیگه هم دانشجو داشتیم که کارشونو در مرکز ما انجام میدن و تمام این کارهای درمانی که انجام میشه در کنارش ما به زن انقدر اهمیت میدیم که سعی میکنیم مشکلات دیگه شونم حل بکنیم، مثل خریدن آتل برای پای بچه ها، حتی سمعک، دارو، شیر خشک و هزینه های جراحیشون رو. یه صندوق کوچیک داریم داخلی به نام صندوق قرض‌الحسنه که این بهشون وام میدیم و وقتی که زن میبینه و این مادر میبینه که میتونه برای مشکلات خانوادهش چقدر مؤثر باشه قدرت پیدا میکنه. این مادران خاموش مادرانی هستن که قدرتمند میشن توی این مرکز و یاد میگیرن که میتونن مشکلات خانواده رو حل بکنن. ما دنبال این هستیم که قدرت بدیم و این توانایی رو به زنان بدیم. از طرف دیگه زنان HIV مثبتمون زنانی هستن که بسیار بسیار مشکل دارن. اینا توی از دانشکده پزشکی در سرتاسر ایران داروهاشون مجانی داده میشه، اما فقط دارو نیست، اینا مشکلات بسیار زیادی دارن، اون انگ و تبعیض، و در تنهایی و سکوت خودشون باید بار سخت این بیماری رو به دوش بکشن. اینا احتیاج به تغذیه مناسب دارن، احتیاج به حل مشکلاتشون که بسیار زیاده و گاهی هم بچه های متولد شده ایدز دارن که ما داریم کمکشون میکنیم. اینها اولا شخصیتشون رو بهشون برمیگردونیم، اون عزت نفس باید در اینجا پیدا کنن. با برنامه های مختلفی که داریم، جلسات گروه درمانی که هست، که در این جلسات گروه درمانی اینا وقتی که همدردان خودشون رو میبینن و با همدردان شروع میکنن به رد و بدل کردن مشکلاتشون با وجود کارشناس، وقتی که روانشناس هم اونا رو هدایت میکنه، اینها با یک قدرت و نیروی بیشتری از مرکز بیرون میرن و اینقدر براشون اینجا جای خوبی بوده که خانه دوم خودشون میدونن و در این خانه دوم احساس آرامش میکنن. کماکان اون رسیدگی به زنان خودسرپرست را هم داریم، بهشون کمک های مختلفی میکنیم. کلاس های مختلفی برای تمام جمعی این زنان داشتیم، کلاس های خیاطی داشتیم، چون هدف ما، یکی از اهداف ما هم توانمندسازی زنان بوده، توانمندسازی این زنانی که هیچ پشت و پناهی نداشتن برای یافتن شغل، برای کارهاشونه که بتونن تو جامعه انجام بدن. و کلاس های مختلف داشتیم، کلاس خیاطی داشتیم که با دادن وسایل خیاطی و لوازم پارچه، و همچنین کلاس گلکاری داشتیم، میناکاری داشتیم، جواهرسازی داشتیم، و اینها تمام موجب شده که این زنان خودشون هم اگر مهارتی رو بلدن بیان به ما نشون بدن. و دیدن این شادی که در نگاه این مادران قهرمانان، من اینا رو قهرمان میدونم، در نگاه این قهرمانان وجود داره که با چه سختی و مشکلی دارن بچه هاشون رو بزرگ میکنن. این بچه های معلول اگر در اون دوران طلایی، چون رسیدگی به بچه معلول از تولد تا 15 سالگیه، یه دوران طلایی داره، اگه در اون دوران طلایی این بچه توانبخشی نشه، اولا وابسته باقی میمونه، گاهی دچار چند معلولیتی میشه و مادر تا آخر عمرش
وابسته به بچه هست که باید کارهای بچه رو انجام بده. پس اون دوران طلایی بسیار مهمه. همچنین برای HIV/AIDS هم ما میدونیم که دوران طلاییش دوران جوانی و نوجوانیه و اگر بچه ها در اون دوران جوانی و نوجوانی آگاه نشن و آگاهی پیدا نکنن دیگه کاری نمیشه کرد. یک طرحی انجمن احیای تهران به نام طرح حامی سلامت، طرح زنان حامی سلامت در CSW نیویورک مطرح کرد که برای اولین بار در دنیا بود و بعد این طرح داره در مرکز ما انجام میشه و این زنان سفیران سلامتی هستند که ما اینا رو میفرستیم بهشون آموزش بدیم، میرن تو جامعه به خانواده هاشون به محله ها اینا میرسونن. خواستم بگویم و خواستم که شریک بشم با شما نگاه زیبا و قدردان اون مادر و لبخند شیرین بچه هایی که به اونجا میان با تمام دنیا. خواستم براتون بگم که تمام دنیا بدونن که این زنان چه کار دارن میکنن و چه اتفاقی داره توی این مرکز میفته. یه خانه کوچیک در شهر زیبای شیراز معجزه آفریده میشه و این زنان هستن که همواره معجزه‌گر هستن. آرزو دارم، آرزوی من و تمام دوستانم هست که روزی ببینم زنان قدرتمند کشورم در همه جا دارن با قدرت راه میرن. مرسی، متشکرم.